همزمان با برگزاری جشن کریسمس ملیون ها مسیحی در سراسر سر جهان در شبکه نتفلیکس به تماشای فیلم ابتکاری دو پاپ نشستن گزارش همکارم بهنام ناطقی در نیویورک جزیات بیشتری به ما میده به نام میلیون ها مسیحی و غیر مسیحی در فیلم دو پاپ به کارگردانی هنرمند برجسته برزیلی فرناندو میرالس نویسنده بریتانیایی انتونی مکاتن بخشی بر سر نقش کلیسا و مذهب در جهان امروز رو به تصویر کشیده میان پیشوای محافظه کار کلیسای کاتولیک پاپ بندیکت چهاردهم جوزف راتسینگر آلمانی و جانشین مردمگرای او هوره ماریو برگویو از آرژانتین که با نام پاپ فرانسیس جانشین او شد هرچند داستان سفر برگویو به واتیکان و دیدار و گفتگوی دو روزه او با پاپ در این فیلم به کلی ساختگی هست اما بحثایی که بین این دو تصویر شده ریشه در زندگی نامه افکار و نوشته های این نمایندگان دو جناح فکری در واتیکان داره این فیلم را کار کردم چون هوادار بزرگ پاپ فرانسیس هستم و او را صدای مهمی در جهان امروز می دانم که دنیا را واحد می بیند و تلاش می کند پل بنا کند در حالی که دیگران می خواهند دیوار بسازند بنابراین تصمیم گرفتم این فیلم را بسازم که او را بهتر بشناسم و از آنچه می گوید حمایت کند خب این فیلم برای هنرنمایی دو بازیگر کوهنکار بریتانیایی فرصتی هست انتونی هاپکینز و جاناتان پرایس که به خصوص در مورد آقای پرایس از شباهت خارق العاده خودش به پاپ فرانسیس هم بهره برده It was just such a great پاپ فرانسیس شخصیت بزرگی است برای بازی نمایش برخی از کاستیا و ضعفهای او و قدرتهای بسیار مثبت او و اینکه به عنوان یک رهبر چه کاری میتواند انجام دهد خب آقای جاناتان پرایس اینجا در جشنواره لندن صحبت میکرد تاکید میکنه که خودش مسیحی نیست و معتقد ازش که ولی پاپ فرانسیس نماینده بهترین شکل مسیحیت است که به نظر این بازیگر سوسیالیزم هست نکته است که برخی منتقدان در جناه راست از جمله کایل سمیت در نشنال ریویو ایراد اصلی این فیلم میدونن که علا رقم بازی های فوقلاده و کارگردانی پرکار و پرزحمت میرلس به هر حال از موزه لیبرال ساخته شده و در واقع به تحریف حقایق تاریخی پرداخته فیلم ولی پر از شگفتی های فنی هست از جمله بازسازی کامل سیستین چپل واتیکان در استودیو فیلم به نظر منتقد نیویورک تایمز پورتری دوگانه و مشغول کننده است در مورد مسائل پیچیده ای مثل باور مذهبی، بلند پروازی و مسئولیت اخلاقی. منتقدها کار نویسنده مکارتن رو از این نظر قابل تحسین میدونند که از بحث‌های فلسفی عمیق بین این دو پیشوای مذهبی یک اثر مفرح و حتی گاهی خنددار به وجود آورده.